سیدی صاحب، پیش از اینکه حرفار شروع کنیم اجازه بتین یک بیت بگویم. از جمله رفتگان این راه دراز، هیچ کس نیامد که به ما گوید راز. سیدی صاحب سلام. خوب هستین؟ زنده هستین؟ شکر ماشاءالله. چرا چه خیریت چی گفت پس؟ شما که پس به قول بعضی از وطندارای ما از او دنیا آمدین، چه خبر بود او دنیا؟ گفتم چه خبر بود در اون دنیا؟ گفتا خبر این است که افسوس افسوس، دوزخ دیدین یا جنت؟ ای تقریبا 2-3 هفته است که صفحات اجتماعی از نام شما در پالوی از داخل قوس ناخونک اینا لله و اینا الهی راجوین به چشم میخوره. گرچه درست نیست سوال شخصی بگویم، به شرط از اینکه قهر نشین، فقط بر ما بگویین که خودتان هستین یا به اصطلاح به خدا عالمی کمرا شما گم میزنم خانم کریمی، من هستم. اما چی کنم، این صفات اجتماعی را پروردگار هدایت کنه، خدا هدایت کنه، بنده نمیتونه. چندین دفعه این آنها را کشتن، چندین دفعه مرا دفع کردن، چندین دفعه رهبر گای مرا میکشن، گای مرا رهبر افغانستان میگن، گای سیاست مدار میگن. علت هم میت احساس میکنم که یکان همی به صلاح تیک تاک میگن یا چیم داری چیزی پیدا کنن که خوب کمین بگیره، از دروغ نشت میکنن. نخل هم دلو زنده ولی همی صلاحی ملن، هر کسی از هر کسی برا میکشه خدا او را هدایت کنه. حالا اگر براستی خدای ناخواسته فوت کرده بودین، گرچه میگن از جمله رفتگان این راه دراز هیچ کس نیامد که به ما گوید راز، چیگونه بود تو دنیا؟ والا دوزخ مثل شرایط موجود افغانستان بری بود، خب مرا به طرف جنت نبردن دیگه. دوزخ مثل شرایط موجود افغانستان بری بود و بچه. بسیار تشکر سیدی بزرگ، امیدوار هستم که ببخشین مرا. طاقتم تاق شد میگه ناله را، هرچند میخواستم پنهانی کنم، سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن. هر جایی که دیدم و فقط نام شما و اینمی خبر بد. شکر که شما زنده هستیم. بله خانم وزیرم، به خدا قسم که ده ها دوست رو تلفون کردم، ماروسانه گبزه صحبت کردم، این میگه صدای تو هست، صدای تو هست. من گفتم اونا رو ببینیم خوب است که حال خود رسانه و تلویزیون هست و تلویزیون هست، اگر قدیمه بود تلویزیون نمیمود که همون من بفاتم گرفتن خیلات هم میکردن. و بسیار جالب بود آقای سعیدی که اول ما یک پنجه گریه رو خدا دور داشته باشه، اول گریه کردم. و اگر امی تیک تاک و صفحات مجازی رو ملامت هم نکنیم، بسیار با احترام، بسیار با یک دلسوزی، ای فزی سیاست مدار یگانه غنیمت بود، بسیار تعریفایتان با صد آو افسوس پخش کرده بود. حالا به نظر خود شما نشر همچو خبرها از عدم علاقه است یا از علاقه مندی زیاد است؟ از کجا نشأت میگیره و از شما شخصا؟ هدف سازی زیاد است که کمین بگیرن، مردم متوجه سازن. و از این خاطر اعتراضان من خود به هم دیدم، چند تا دوستان از داخل خارج ببرای کردن، به این خاطر اعتراضان گفتودن که اگر دشانگویانه بگم شاید کسی به ما کمین نت، اعتراضانه که بگم میانوالا دوستانش از راست گفتن. خیلی شوخی دگام میکنم دیگه آقای سعیدی، که مرگم میگن جز زندگی است. خدای ناخواسته، خدای ناخواسته افت کوی سیاه به بین باشه، از مرگ میترسین؟ والا مرگ هر کس میترسه، من هم از مرگ میترسم، زندگی شیرین است. ولی یک ارمان دارم که روزی ببینم که وطنم سرفراز، مردمم سرفراز است، نان دارن، او دارن، توهین و تحقیر نمیشن، مشکلات ندارن، زرن و کفتن نیست، در سطح ملی و بین المللی ناتوان و عاجز و بی‌هویت نیستیم، ما رو من ایسی افغان، من ایسی انسان میشناسن. او وقت اگر بمورم ارمان کمتری دارم. اگر با همی افغانستانی که حال حق در بحرانهای گوناگون، بحران اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هویتی، اگر حال میمورم ارمان خرابی رو به قلب خود بکور میدارم. خدا نکنه شما 100 سال زنده باشین، بیاین که قصه مرگ یک طرف بانیم. شما هنوز خیلی جوان هستین، غنیمت بزرگ هستین برای جامعه افغانی در خارج و در داخل. آقای سعیدی، اصل هدف من خوب اولی بود، خوب شد که روشن شد و بیننده های عزیزم برشان دقیق شد که خبرهای ناسعی را دیگه پخش نکنن. اخبار دا خیلی فراوان است که شما پیوسته به صفحه تانم پست میکنین. یک خبری که بسیار جالب است، تاله که سرش گپ نزده، شما معمولا معلومات دست اول و دقیق دارین. امی فرودگاه کابل میگنش، حامد کرزای میگوین، میدان هوایی میگن، میدان هوایی کابل قرار بود به نیروهای ترکی و قطری تسلیم شوه که امنیتش بگیره. یک تعداد از اساکر قطری هم دیده شد که در صفحات اجتماعی درس کرد. اما امروز مجرد که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه ما و شما بگویم، امارت اسلامی بگویم، طالبان مجرد که آمد،
خبر برعکس جلوه داد، گویا که به نتیجه و تفاهم نرسیده. دلایل اصلیش آیا سیاسی است، اقتصادی است، آیا تکنیکی است؟ خدمت شما و شنوای شما عرض کنم که تنها میدان هوایی کابل نیست، میدان هوایی بلخی به نام جلال الدین بلخی هست، میدان هوایی هرات خواج عبدالله انصاری، میدان خوست و یک تعداد میدان های دیگر است. قبلا در زمانی که امریکایی ها بودن، شما می دانیم که میدان هوایی کابل و یک تعداد میدان های هوایی در کنترل حضورا بود. دولت وقتی افغانستان جمهوریت تسلط و صلاحیتی نداشت. بعد از اینکه طالبان به کابل آمدن، تفاهم شد که امنیت میدان هوایی کابل بتن به قطر و ترکیه. چنانچه قرار فرموده شما، چند قبل یک تعداد ساکن از قطر هم آمدن، یک مانور رو تمرین کردن اینجا و بعد هم مذاکرات شد. امروز ما هم شنیدیم قرار فرموده شما که به توافق نرسیدن. ما قبلا هم به یک دو رساله ملی به ارتباط صحبتی داشتم، معلوماتی که بدارم به دوستا. مشکل قرارداد میدان های هوایی هم مشکل سیاسی است، هم مشکل اقتصادی است، هم مشکل امنیتی است. اول عرض میکنم، اول مشکل سیاسیش عرض میکنم. مشکل سیاسی است که کشورهای مختلف، تعداد از کشورها به یه قیده هستند که قطر یا به اصطلاح دوحه نماینده خاصی امریکاست، بدون اجازه امریکا کاری را نمیکنه، از توسط امریکا معرفی شده. وقتی قطر در میدانهای افغانستان باشه به معنی ازی که امریکا است. و یک تعداد کشورها هم با ترکیه حریف هستند، علاقه من نیستند که به ترکیه باشه. اول این بعد سیاسی رو میگم. به هیچ صورت روسیه و ازبکستان روزی نیستند که میدان هوایی بلخ به تسلط ترکیه و قطر باشه، چون در ساحه مغناطیسی و دورا و چند کیلومتری از دورا است. دوم، جمهوری اسلامی ایران به هیچ صورت حاضر نیست که میدان هرات قطر و ترکیه اداره کنه، در بسترهای ما شما در بخی گوش ایران. و دوم، سوم، خوست به هیچ صورت روزی نیست پاکستان که در بخی گوش ما این دو کشور یعنی قطر رو اداره کنه. این شد بودی سیاسیش. یک بودی امنیتیش بسیار خطرناکتر است. وقتی اینا مسئولیت امنیتی میدان هوایی میگیرن، اگر کسی به از طریق از این میدان های هوایی مواد مخدره تیر میکنه، قچاق تیر میکنه، پول شویی میکنه از میدان هوایی، خلاص تروریست تیر میکنه، مسئول کی است؟ حکومت افغانستان یا قطر؟ حکومت افغانستان یا ترکیه؟ کی مسئول است؟ ولی اگر صلاحیت به دست قطر و ترکیه نباشه، به دست افغانستان باشه، بازی معنی نداره. این شد بود امنیتی. و همچنین کشورها اعتماد نداره، میگه شاید قطر هم پیمانان خود رنی دوستا خود مواد مخدر یا دیگه چیز از میدان رو تیر کنه، شاید تروریست رو تیر کنه. خب این احتمالات است. این هم خطر بسیار جدی است. یعنی در هر قضایی باید حکومت افغانستان پاسخگو باشه، نه دولت دیگر. بود اقتصادیش، شما خبر دارید که وقتی که در همه میدانهای هوایی یک تاوه است که به اصطلاح تاور میگه، تاور این وظیفه داره که تیارها وقتی که به داخل کشور بشه این رهنمایی میکنه، یعنی خطوط. اول خیلی لازم، ما در افغانستان تاور نداریم، امریکا که رفتن تاور خراب شده، تیارها بودو به بیاد خدا و کمک خدا بیان میشینن. و این تاور هم قیمتی کم نداره، چند میلیون، یعنی میگم چندین میلیون قیمت داره تا با تاور پیدا کنه. بنابراین رهبری از این تاور میتی باشه. طور مثال یک تیاره میخواه از سمت پاکستان از فضای افغانستان تیرشه، یا تیاره میخواه از سمت ایران تیرشه، باید تاور بگویه که تو به فضای افغانستان داخل شدی، ابر است، باران است، باد است، میدان ما به نشست آماده است یا نیست. این تاور به پیش کی باشه؟ به پیش قطری باشه. قطری صدا کنه به سر کسی در فضای افغانستان، ترکی احساس کنه، ترکی سلام کنه یا افغان سلام کنه. اگر قطری و ترکی سلام کنه، پس قرارداد از اونا هست، پس ماهیت و استقلال و آزادی و افغانستان شد. حرف دیگه ای که اگر وقت شما نگه، حرف دیگه است که دنیا سه خط یا سه حدود عربه داره. حدودهای عربه بحری، فضایی و زمینی. حدود عربه زمینی رو شما میفهمید که چرخ ما کجا است و قرب ما کجا است. در تمام دنیا خطوط بحری هم است، یعنی حدود عربه بحری هم است و فضایی هم است. چی معنا؟ وقتی که در فضای افغانستان تیارها داخل به شهر تیاره جوابگوی کی است؟ قطر و ترکیه یا افغانستان؟ یعنی تیاره خطرناکی، تیاره بمبارد، یه هرچی که فکر میکنی.
یک اقتصادیش. هر تیاره که از خارج کشور، از خارج به داخل فضا افغانستان بشه، یعنی چی میخوای به افغانستان نشست کنه و چی میخوای از فضا افغانستان تیرشه، این در قانون دنیا از تیرا یک تکس میپردازه، یک تکس یعنی طول میپردازه به نام حق العبور میگن، یعنی حق العبور فضایی، حق العبور فضایی مثل که کشتی ها میپردازه. پول باید به ما پرداخته شه، ما اینجا از کم روان میکنیم، آید ما چی هست؟ اگر این پول به اینا پرداخته شه، حد اقل ماهانه چند میلیارد، چی میگم؟ ماهانه چند میلیارد است. بنابراین آید بزرگی را دولت افغانستان از دست خود بده. این شد چالش هایی که ارز کردم. چالش دیگه چی است؟ حکومت افغانستان در حال حاضر، به طالبا را میگم، حکومت افغانستان همچون هیئتی که تاور را رهبری کنه، اقتصاد از سطح میلیونی کلان کنه، حتی در میدان هوایی به تاور ششته باشه، به انگلیسی به زبانهای مختلف تسلط داشته باشه، ندارن. اگر داشته باشن هم اعتماد ندارن. بنابراین میدان هوایی را کی اداره کنه؟ و دومی کسانی که با قطر روزی نیستن که میگن قطر یعنی نماینده امریکا، بنابراین میگن که با حضور قطر، حریفا میگن، حریفای منطقه‌ای مانند روسیه، ایران، میگه با حضور قطر یعنی حضور امریکا. بنابراین ما این چالش های خیلی بزرگی و دولت افغانستان این را حل کردن نمیتونه. به هیچ صورت حاضر نیست قطر و ترکیه که آیدی تیارها، یعنی تیارها که بود میکنه آید به مرور دادنها نباشه، که یه ساکر خود اینا مصره میکنه، این چی میخوره؟ دوم بکسایی که به میدان هوایی کابل میاره تلاشی میشه، کی باید تلاشی کنه؟ وقتی مسئولیت از قطر و ترکیه است، باید اونا تلاشی کنه. اگر افغان ها هم باشه، باید قرارداد افغان ها به اونا باشه، یعنی زیر تسلط اونا باشه. این چالش های کوچکی نیسته و من فکر نمی کنم که بزنید طالبو بتانه ایران. حرفای بکر زدین ممنون. اما حال فرض کنیم که مسئولیت همین میادین یا میدان ها به قطر و ترکیه سپرده شد یا شوه، چی مفاد داره؟ یا اگر نشه برعکسش چی مشکلات در پی خواد داشت آقای سیدی؟ اگر به اونا سپرده شه که آیین فضایی، یعنی حق الزحمه فضایی یا حق العبور فضایی به دولت افغانستان که اقتصاد نداره داده شه، کاری خوبی است، مشروط بر این که چی میگم، مشروط بر این که همسایه ها تحمل پذیرش از اینا رو داشته باشه. یعنی به این صورت همسایه ها هم که نام گرفتم، ازبکستان و روسیه، پاکستان، ایران و سایر کشورهای دیگه، تحمل از اینا رو ندارین. شما بیشتر هم گپ اینو تکراری نشه که قطر یعنی علل بدل امریکا، بلند هم ایران تحملش نداره، کشورهای آسیای میانه نداره. مخصوصا چالش هایی که حالا بین چین و امریکا، بین روسیه و امریکا به خاطر اوکراین و تایوان وجود داره، این چالش ها بسیار، به خاطر که میدان هوایی خیلی حساس است. به کریمی سر شما سکرد یک میدان هوایی قدرت سید چی معنا داره؟ من یک اسرائیل سوال میکنم، وقتی که صلاحیت رهبری مدیریت میدان هوایی به دست دیگه کشور باشه، معنای از این داره که خانه شما است ولی کلیش به دست دیگه کس است. وقتی که کلی خانه شما به دست دیگه کس باشه، شما چی مسئولیت دارید؟ بله، میگه اگر بیگانه را با دیده بیگانه میدیدیم، یقین دارم کلید خاک ما بر دست ما میبود. و یک سوال دیگه آقای سیدی عزیز، که نام فرودگاه کابل هنوز هم فرودگاه حامد کرزی است یا من بیخبر از دنیا هستم یا تغییر کرده؟ در حالی که حامد کرزی میانه خوب داره و داشت با طالبا، همیشه برادر گفت و وفادار مانده تعهدش. بالا جناب آقای کرزی به طول 13 سال ریاست جمهوری خود با طالبا یک تفاهم و سمپتی و نزدیکی های داشت، ولی اون چی که توقع داشت تا هنوز هم تلاش میکنه به خاطر طالبا اونقدر به حرمت گذاشته نشد. من شنیدم که لوحه حامد کرزی از میدان هوایی بیرون کردن، برداشتن، ولی من چون در کابل نیستم هنوز دقیق نمیفهمم، ولی اونقدر که آقای کرزی حرمت گذاشت به اونا، اونا اونقدر حرمت نگذاشتن به اونا. حال شوخی میگین، کنایه میگین، کتره میگین، یک پرسان دگام درد دل است. پیشتر شما گفتین که حکومت افغانستان، در جای دیگه گفتین دولت افغانستان، در حالی که بسیاری ها امارت اسلامی را یا طالبان هنوز نه در سطح بین المللی به رسمیت شناختن، نه مردم عام، فقط طالبان میگه یا اماراتی ها. شما یک جا دولت افغانستان گفتین، یک جا حکومت افغانستان، از طرف دیگه بسیار آوازه گرم است، مخصوصا مک انعکاسات میآید و گوش ما خبرنگارا میرسه که شما را
اماراتیا یا به قول خودتان دولت افغانستان یا حکومت افغانستان یا طالبا به کرات مرات ازتان خواهش کرده که به افغانستان بیاین، منعیس کارشناس، منعیس چون شما استاد دانشگاه هستین، دیپلمات پیشین هستین، تجارب کافی در زمینهای مختلف دارین، این چقدر دقیق است و اگر دعوتتان کرده چرا نمیرین یا چرا نرفتین یا آیا در آینده پلان یا برنامه بخیر دارین که برین با اعضای امارات کار کنین؟ اگر به دولت افغانستان گفته باشم خب عذر خواهی میکنم که سعی کردم باید دولت نگفته باشم، باید نگفتم، اما حکومت پروا ندارد. حکومت منای حکم کردن است، یعنی بیاید طلب و هر روز حق و حق به سر مردم حق و حق و حکم میکنند. اما من بیقیده هستم که دولتی که یا حکومتی که یا اماراتی که خود طلب ها میگن وقتی که شناختی ملی به بین المللی نداشته باشه، یعنی از طرف ملی به بین المللی به رسمیت شناخته نشده باشه، اما سیگر که رو دولت هم بگه فایده نداره، شما هر قدر رو حکومت هم بگه فایده نداره، و گروه که هست و گروه هست. اما در موردی ما بله، یک مرتبه نه دو مرتبه مقاماتی اول رتبه در سطح وزیر با صلاحیت دولت به من تلفن کرد، گفت که تنها من به شما تلفن نکردم، ما به بعضی جنرالات تلفن کردم، تا گفت که وزارت دفاع ما به جنرال سمی سعادت تلفن کرده، تماس گرفته وزارت دفاع ما سمی سعادت که سابق مطرح بود، یک تن از شخصیت های دیگه تماس گرفته، باز مرا گفت که شما همین مقام رتبه، گفت که شما در دوره حکومت اشرف غنی هم از منتقدین بودین، اگه ساز بودین ماموریتی نداشتین، بیان به کابل. من گفتم که به کابل بیام چی کنیم؟ اول همین آدم بزرگ شوخی کرد، گفت که 4-5 کتاب راجع به سیاست نوشته کرده، بیا یکار کتاب راجع به اسلام هم نوشته کنه، یک اپش گفتم خب. دوم گفتم که به چی رقم بیام؟ گفت که بیا از میدان هوایی باز کاملیم میام، ما با شما ملاقات میکنیم، باز در خلمی اول به شما یک اماننامه میدیم. من گفتم اماننامه چی شد؟ اماننامه خطی میتیم که آدم اومده کسی به قرضدار نشه. و بعدن مرا گفت باز بعدن مسئله بیعت مطرح بشه، شما بیعت میکنین یا نمیکنین؟ همین کلمه بیعت که گفت بسته که من دیگه به چاقو به سینه میزنه باشه. من گفتم جناب ولی، من یک دفعه به خدای خود به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر خود بیعت کردم، دیگه من به بنده بیعت نمیکنم، بنده رو به اندازه شلغم و ارزش نمیتونم که، گرچه تو وزیر هم هستی، گوشه که قطع کردم. من همین بود واقعیت که به شما گفتم، نمیخواستم بگم خود گفتم. همت شما قابل قدر است و در کدام صورت میخواین که اگر خودتان لازم ببینین، میگه تن میهن به مرهم احتیاج است، با میهن باش، این راه علاج است. اگر حضوراً، گرچه شما میاله از طریق قلم و از طریق زبان و تجاربتان خدمت میکنین از راه دور، در کدام صورت حاضر هستین که برین؟ کدام شرایط طالبان بمانند که برین و خدمتتان از نزدیک انجام؟ طالبا یک کمیشنی تعیین کردن تحت نظر شاهدین دلاور وزیر پترولی هم مدر است. باید طالب اعلام کنه که کسانی که در خارج هستن که ما حضورا دعوت کنیم، دعوت میکنیم، شرایط ما چی است، استراتژی ما چی است، ما حضورا چی میخواییم، اونا از ما چی میخواین. اگر اینا از ما بخواین، ما کسانی بخارجیم که ما بیم روزی 5 دفعه به اینا سلامی زنیم و فورا به خاطر زیرا که اینا از ما روزی شدن مثل مهین وزارت اقتصاد آقای دوست گرامی و آقای نظری بری فوق انگلومی ها که پیدا کنیم بیش کنم بکنیم، من این کار قطر نم کنم. اگر استقلال آزادی باشه، مسئله وطن باشه، کار مشترک باشه. کار مشترک هم چی؟ به خاطر نجات وطن از بحران، نجات مردم از فقر، نجات مردم، کار مشترک باشه، رفتن مهمی نداره. اگر ما بریم که منعیس یک مامور سرکاتب باز اونا هدایت به تو عمر بالمعروف بگه که کلای توی تو باشه، لنگی توی تو باشه، ریش توی تو باشه، مکتب دختران داره، رفتن ما خیال میکنم جزی از خیانت ملی است. بله. و سال آخر آقای سعیدی عزیز، که من صحبت های شما را در چندین رسانه بین المللی شنیدم که پیرامون نقش دولت جدید پاکستان در رابطه به افغانستان صحبت داشته، اخیرا ملا یعقوب پسر ملا عمر هم گفت که عملات پاکستان که هفته پیش صورت گرفته بود تقبیه میکنم یا تقبیه کرد. فکر میکنین با توجه به اینکه فامیلای از اونا در گرو پاکستان است و آیسای اردوی پاکستان، واقعا ملا عمر بچه ملا یعقوب یرفار از تای دل زده که گویا در مخاصمت و مخالفت با دولت پاکستان فعلا قرار داره؟ ببینید با کوچکترین چارش هایی که اینا با ایران داشتن، لشکرکشی کردن، اساکرشان به طرف ایران سیر کردن،
تانک و توپ بردن طالبان را میگم. اما پاکستان آشکارا بدون پرده آمد بمباردمان کرد، 52 نفر کشت، تعدادی را زخمی کرد. حتی تعدادی از طالبان هیچ عکس العمل نداشتن. وقتی که یک کشوری میاد 52 نفر تور میکشه، دیگه من خیال میکنم که عکس العمل ملاقو هم چندون عکس العمل نبود. من یکی دستم که طالب تا روز با دناسی مشکلاتی که داره، فامیلاش هست، خانهش هست، توان زیر نداره که به مقابل پاکستان عکس العمل نشون بده. حتی پاکستان گفت ما باز این را تکرار میکنیم. یعنی عکس العمل طالبان به مقابل تجاوز پاکستان خیلی خیلی ناجوان مردانه، خیلی تسلیم طلبانه بود. خود یک خانم هست، شما میدونیم که با آقای شیخ عبدالباقی وزیر تحصیلات عالی افغانی سه روز گفته باید دخترها در دانشگاه بیاید، سه روز هم بچه ها بیاید. شما میدونید که نصاب تعلیمی قانون است که باید او پر شد، نصاب تعلیمی سمستر داره. وقتی سه روز بیاید، سه سال پانتون اینا باید به 8 سال بکنن. دوم به من دلچسب است که دخترهای افغانستان اینا از تعلیم منع کردن، زنها رو به دفتر نمیمانند. اما این شیخ عبدالباقی افغانی به حنا ربانی وزیر مملکت در امور خارجی پاکستان که یک زن مقبولی هم است بیاده گفت به این پیام تبریکی میته. و این شیخ عبدالباقی چی میگه؟ چون به حنا ربانی به اردو میگه، به اردو میگه که چون تو وزیر مملکت در امور خارجه شده، ماهی افتخار ما است و تو میتونی کار کنی. ببینید ما چقدر بیگانه پرور و خودفروش هستیم. این وضعی که یعنی به زن افغان به مکتب نمیذاریم، دختر نمیذاریم، ولی به یک زن پاکستانی موش و ریش آبروشی میکنیم. این که آدم هستیم. یک شوخی دیگه کنم، میگه حسن خوبه خوب پیغمبرام خوش داره، شما ما نگفتین که این عربانی هم خوشگل است. حالا میگه حسن یوسف چه ستمها به زلیخا که نکرد، خوب رو سنگ دل است گرچه پیامبر باشد. موزیگیری شما در برابر خوشرویا چطور است که ما به خروار خوشروی در افغانستان داریم؟ یکی شامین عملا امرایتان گپ میزنه سیدی سب. و این سوال ما کنایه آمیز دخترهای است که قیدشان کرده در قصر در قرن 21 و در عصر حاضر. طالبا میگه دخترها علایده درس بخونه، بچا علایده. یک پیامم برای زمونا برسانین. امروز ما صحبتایشان میشنیدم. بسیار تشکر از یادآوریتان سیدی صاحب که همه جانبه صحبت میکنین. اوشتان طرف تمام ملت افغانستان است. پیام شما برای دخترای افغان چیست؟ خانم ها و دخترای افغانستان، حالا ما به همین لحظه که با شما صحبت میکنم اونها را اسیران میدانم با زنجیر و زولانه جهل نادانی، زنجیر و زولانه قهر و قهقرویی سنگ گردن. من باور دارم دختر خانم های افغانستان، خانم ها و دختر ها شرافت و عزت که دارن از این دوران خلاص میشن. روزی آزادی، روزی انسانیت میاید. باز تکرار میکنم یک گفتی که بارها گفتم، چون به قرآن شریف آمده که اقربه سورت بکلزی، هر کس کی کسی رو از درس و تعلیم من میکنه قطعا مسلمان نیست، کافر است. بله، یک پیام دگان بر اعضای امارت که بیشتر از چهار نفر از اعضای بلندپایی کابینه پاکستان امیال دی دولت نو شهباز شریف زن است. تکرار حسن گونه. یک پیام سخت دگان خب به طالبا بفرستین که شما همونجا نان خوردین، دال خوردین، نان نمک خوردین، او نمک خوردین. چطور اونجا 5-6 نفر اعضای کابینه شان زن است؟ امیال مرا آقای سعیدی براستی گیریم میگیره و در افغانستان ای تو ققرا؟ اینا خودفروش و بیگانه پرور هستن. اگر تمام کابینه پاکستان هم زن باشه، اینا مانند حنا ربانی تبریکی رو میکنن، چاپلوسی هم میکنن، مظاهره پا کنن. و شما از آدم های توقع کنید که استقلال داره، از آدم های خودفروش وطن فروش توقعی نباید داشت. بله، جناب احمد سعیدی استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین افغان، از توضیحات همه جانبه و عالمانه و بکر شما بسیار تشکر. بر شما پیوسته به گذشته موفقیت آرزو میکنم. امیدوار هستم که 100 سال زنده باشین و دیگه دوستای ما از محبت زیاد یا از خصومت یا به خاطر پول پیدا کردن دیگه نوشته نکنن که شما خدای نخواسته نیستین. 100 سال دیگه شما زنده باشین. ممنون از وقتتان. تشکر. سلامت باشین.